خب آقای مهندس درخشانی آنلاین هن. برای اینکه وقت اون طرف نشه من خیلی سریع سلام عرض کنم. سلام آقای درخشانی عزیز، خوش اومدید به همه حاضرانی که در این لایو زنده از هر جای دنیا با هر اختلاف زمانی صبح زور شب کله سحر با ما هستند. سلام عرض میکنم از یک لندن بارانی و فکر میکنم ژنو هم جایی که آقای درخشانی هستن بارانی است. من خیلی سریع یه بیوگرافی مختصر و کوتاه خدمت شما از آقای درخشانی میخونم و مستقیم بریم سراغ صحبت‌های امروز ما. آقای مهندس فرخ درخشانی فارغ التحصیل معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه ملی سابق، ایشون تحصیلاتشون رو در مدرسه معماری پاریس ادامه دادن. در حال حاضر ایشون رئیس جایزه معماری آقاخان است و زمینه اصلی فعالیتشون معماری معاصر جوامع اسلامی است. آقای مهندس رخشانی مدیریت طراحی و اجرای بسیاری از پروژه‌های بزرگ عمرانی رو در ایران هم به عهده داشتند و در پاریس و ژنو هم کارهای طراحی معماری انجام دادند. در این یکی دو دهه اخیر و شاید بیشتر از اون مسئولیت عمده ایشون جهت‌دهی، اداره، هدایت و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی شبکه توسعه آقاخان به طور خاص در زمینه معماری بوده است. فرخ جان خیلی خوش آمدید. متشکرم. اگر نکته دیگری میخواید اضافه کنید درباره من سوال خیلی کوتاه مختصری اول بپرسم، اینی که چند سال شما با جایزه معماری آقاخان کار میکنید؟ اصلا چی شد به جایزه معماری آقاخان پیوستید؟ با سلام به داریوش عزیز. اولا اینجا گفتی ژنو هم بارونی هستش، مثل همه جا دل به دل راه داره. نمیدونم که شما لندنیای هوای ما رو خراب کردید یا اینکه کسای دیگه پشت این کار هستن. کار انگلیسی. بله، در ثانی شما گفتی که دانشگاه شهید بهشتی و ما وقتی من میرفتم اسمش دانشگاه ملی ایران بود. این دوتا نکته کوچیکی بودش که خواستم به شما بگم. عرضم به حضورتون که من الان 38 سال هستش که در جایزه معماری آقاخان کار میکنم. البته مثل همه برای یک کار 5 ماهه اومدم اینجا، ولی یک 5 ماه بسیار طولانی شده و همش به این خاطر هستش که وقتی اومدم اینجا شروع کردم کار کردم، خیلی از اون چیزایی که در فکرم بودش این جایزه معماری داره اون کارا رو انجام میده و من خودم رو هر روز بهتر و بهتر تو این محیط میدونستم، چون اهمیت اصلیش این بودش که واقعا یک جای بود بین دو جهان، هم مربوط بود به اون جایی که من ازش میامدم ایران و اون چیزی که برام مهم بود و هم در بالاترین حد ارتباط با معماری معماران همه دنیا بودش و این مسئله مهمی برام بود. خب من مستقیم میرم سراغ سوال اولی که دارم. پیشینه شکلگیری این جایزه معماری آقاخان چیست؟ اصلا این جایزه برای حل چه مسئله ای ایجاد شد؟ چرا جایزه معماری؟ یعنی توی حالا 40 سال 30 سال گذشته که این جایزه آرام آرام شکل گرفته، گسترش پیدا کرده، چرا باید این یکی از اولویت های یه آدمی مثل آقاخان باشه که بیاد جایزه برای معماری درست کنه؟ اولا که جایزه معماری آقاخان به این به چند دلیل به وجود اومد و یکی از مسائل مهمش دیده آقاخان بود به جهان، برای اینکه در یک زمانی زندگی میکرد که میدیدش که چقدر زود داره شهرهای ما تغییر میکنه، به قدر سرعت بودش که فکر زمانی وقت نبود که فکر بکنه آیا ما داریم راه درست میریم یا نه، ولی این پیشرفت یک مقدار زیادیش هم توش تخریب بودش، یعنی اون چیز قدیم داریم رو تخریب میکنیم و از بین داریم میبریم، اون چیز جدیدی هم که داره میادش نمیدونیم چی هست، این ندانستن بودش و برای همین دوره این بودش که چجوری ما میتونیم تأثیری بذاریم در اینکه بهتر محیط خودمون رو بشناسیم. این جایزه و خب آدم فکر میکنه ممکنه که آقاخان میخواستن یک جایزه فقط میخواست به اسمش باشه، میتونه در مثل نوبل در ادبیات، در فیزیک، در روزنامه نگاری، در هنر، در تئاتر، در همه چیز، ولی هیچ رشته‌ای در دنیا نیستش که به اندازه معماری تمام قشرهای جامعه رو در بر بگیره، فقط معماری هستش. چون که چرا توضیح میدم، شما وقتی که فرض کنید که درباره فیزیک صحبت میکنیم، درباره مهندسی صحبت میکنیم،
میکنید، درباره شیمی صحبت میکنید، درباره تپ صحبت میکنید، با یک برای فقط با یه عده کمی هستیم که این صحبت داره میکنید. دارین به اصطلاح مخاطبتون کسایی که تاثیرگذار باش هستین، این کسایی هستن که به اون رشته ارتباط دارن. اگه به ادبیات دارین صحبت میکنید، جایزه ادبیات میدین، اونا که کتاب میخونن و نویسندگان و غیره هست، به یک روش یک عده کمی فقط هست. ولی بقیه شما وقتی به جایزه معماری دارین توجه میکنین، یک پروژه معماری اولا که ابعاد مختلفی داره، از یک خونه کوچک شروع میشه، از یک اتاق، از یک گاراژ تا در حد یک شهر. برای همین این وسعتی که داره هیچ رشته دیگه نداره. دوم این که هم متخصصین حرفه‌ای در اون شرکت دارن، هم کسانی که اشخاص به اصطلاح ماهاشون میگیم کارفرما. کارفرما میتونه دولت باشه، کارفرما میتونه صاحب یه خونه باشه، کارفرما میتونه شرکتی باشه. پس شما اون کسایی که تصمیم گیرنده ها هستش هم در این تاثیر دارن. و همینطور کسایی که مصرف کنندن، شما وقتی که میرید به یک دونه یک مرکز خرید، شما یک مصرف کننده و مرکز خرید هستید، ولی اون ساختمان در شما هم تاثیر داره. برای همین میبینیم که یکی از جامع ترین بخش هایی که میشه بشه جایزه داد معماری هستش، و من فکر میکنم بسیار بسیار انتخاب خوبی رو کردم. اگر یه اشاره بکنید به پیشینه های اولیه شکلگیری، یعنی از حیث سازماندهی نهادسازی برای جایزه معماری، که ابتدا آیا به همین شکل جایزه معماری فعلی بوده یا مثلا تحقیق دربارش شده، با آدم مختلف صحبت شده، مثلا بذر اولیه جایزه معماری کجا کاشته شد تو این نهادهای شبکه توسعه آقاخان؟ بذر اولیه‌اش در کارهایی بودش که در طول 20 سال اول امامت آقاخان ایشون پروژه‌های مختلفی داشته، باعثی مدرسه می‌ساخت، کلینیک می‌ساخت، خودش پروژه های شخصی داشتن که در ایتالیا و غیره انجام می شد، و همیشه ایشان می دیدش که با معمارا طرف هستش و چجوری می شه با اینا صحبت کرد. و ایشون هم خودش می دید که معمارا نمی خوان کار بد بکنن، معمارا کار بد می کنن بلکه نمی دونن چرا اون کار رو دارن انجام می دن. و این دیالوگی که بین کارفرما و معمارا انجام می شه بسیار مهمه. مرحله دوم یادگیریه. تا سالهای تا 40-50 سال پیش مدارس معماری کمی در کشورهای اسلامی وجود داشت، تعدادشون کم بود، بعضی کشورها داشتن، بعضی خب ایران مدت‌ها زیاد داشت، ترکیه داشت، مصر داشت، ولی بقیه جاها به اصطلاح نبودن. بیشتر این دانشگاه ها بر اساس مدل‌های دانشگاه های غربی بودن، بر همین چون بر اساس مدل‌های دانشگاه غربی بودن، پس بعضی وقتا شرایط اون کشورها رو در نظر نمی‌گرفتن. یعنی کسایی که حتی در مصر یا در ایران فارغ التحصیل شدن، گاهی وقتا میخواستن همه مسائل دنیا رو با همون روش های حل بکنن، روش های ایران رو که در پاریس یک معمار فرانسوی باهاش در به اصطلاح مواجه هستش. و این ندانستن همینطور میگم وجود داشت. حالا چه جوری میشه این اشاعه داد این دونستن؟ این دانستن با یه عده زیادی آخوان با یه دست زیادی ایشون مشورت کردن، با استادای دانشگاه، با خود آرشیتکت ها، با سازندگان، چه کاری میتونه تأثیر بذاره. و انتخاب جایزه به این خاطر بود که جایزه یه چیزی که اولا تشویق میکنه، دوم اینکه به غیر از این با این تشویق کردن اون موقع شناسایی میکنه. یعنی چی؟ یعنی که ما که در ایران نشستیم، ما که در تونس نشستیم، فکر میکنیم که تمام مسائل فقط ما هستیم که این پروبلم ها رو داریم، فقط ما هستیم که بودجه کم داریم، فقط ما هستیم که هوامون گرمه، فقط ما هستیم که مسائلمون درست نیست. ولی خبر نداریم که در جاهای دیگه دنیا بقیه کسای دیگه هستن که با همین مسائل مواجه بودن، ولی یک راه حلی رو پیدا کردن که برای اینا غلبه کنن که ما اینو نمیشناسیم. اینها رو به هم ارتباط دادن یکی از مسائل دیگه بودش که با این جایزه دادن به اصطلاح میشد به این راه رسید. چرا؟ برای که تبلیغات زیادی وقتی روش بشه مردم گوش میکنن، توجه میکنن. ولی یک فرق بزرگ وجود داشت از روز اول. جایزه معماری آقاخان با تمام جایزه های دیگه یک تفاوت اساسی داره و اون بخش تحقیقاتش رو پرسش کردن. اسمش رو نمیذارم تحقیقات، اسمش رو هم پرسش. یعنی چی؟ از روز اول اومدیم گفتیم که ما بپرسیم که معنی به اصطلاح
فرض کنید که هویت یعنی چی، معنی جوامع تاریخی، شهرهای تاریخی یعنی چی، یعنی بدونی که برداشت خودش رو تحمیل کنه به مخاطب، به اونا بوش. دقیقاً به همین خاطر برای که بدونیم این یعنی چی، پس بیایم سمینار درست کنیم، اهل فن رو بیاریم دربارش بحث کنیم، که وقتی هم جوری خواستش که این به اصطلاح نگاه کنه و مسائل قضاوت بکنه، یه اساسی داشته باشه که قضاوت بکنه، یه آگاهی باید داشته باشه، و این باعث شدش که یک دیالوگی به وجود بیاد. یعنی این یک سری تعداد زیادی از این سمینارها تشکیل شد که سمینار درباره مسائل مختلف. مسئله دوم که در اون 40 سال پیش بسیار مهم بود، هیچ کتاب‌هایی در این مورد این بخش دنیا نبود، خیلی کم بود. بلافاصله هر سمیناری که میشد اون یک نشریه درست میشد، یک کتابی درست میشد از تمام مجموع سخنرانی ها، و این کتاب ها به تمام کتابخونه های دانشکده های مختلف در همه جای دنیا، به خصوص در کشورهای اسلامی و کشورهای در توسعه فرستاده میشد. پس در نتیجه در یه چند سالی خیلی زود از طریق جایزه معماری و کارهای که انتراپ میداد، یعنی که تمام سمینارها، مقدار زیادی مطلب برای معمارا به وجود اومد. این مجله معمار که منتشر میشد، اگه یه توضیحی دربارش بدین، آیا در رابطه با همین انتشارات و همین سمینارها بود یا یه چیز مستقلی از این بود؟ نه، توجه کنین این طرزی که جایزه معماری آقاخان طرح شده بود، یک به اصطلاح یک چیز چجوری توضیح بدم، یک چیز که ارگانیک بود، هیچ سوال میشد هی بزرگ میشد، وقتی بزرگ میشد خودش همه کارا رو نمیکرد. این یه قسمت رو میتونم به جای دیگه. برای مثال وقتی جایزه معماری آقاخان به وجود اومد، بعد صحبت بود که بله ما این سمینارها رو درست میکنیم تحقیقات، ولی ما باید چه یه کار دانشگاهی هم انجام بدیم. برای همین در دانشگاه هاروارد و MIT یک برنامه مشترک برای دادن به اصطلاح تحقیقات و دادن دیپلم در معماری جوامع اسلامی وجود آمد. پس این کارا رو دیگه دفتر نمی کرد، این کارا رو در قالب دانشگاهی اون دانشگاه اجرا می کرد. اون موقع مجلات معماری بسیار کم بود و مجلات معماری که بودن خب همه اونو می خوندن، بسیار اینترنت که نبودش که هر کسی روی اینترنت همش ببینه، تنها راه مبادله افکار مجلات بودن، مجلات تخصصی. اون موقع صحبت این شد که هیچ مجله معماری نیستش که درباره اون قسمت‌های دنیا که ما صحبتش می‌کنیم، کشورهای مسلمان، کشورهای در حال توسعه مطلب بنویسه، و اگرم بود مجله‌هایی بودش که به اصطلاح حالت چجوری بگم عکسی نداشت، یه مجله مثل حالت فتوکپی بودش، خیلی ارزش کم. مجله معمار به این به وجود اومد که با بالاترین سطح که روزنامه نویسی در اون زمان خودش بود و با یک کیفیت بسیار بسیار عالی چاپ شد. پس چطور شد؟ این خواستار پیدا کرد. در تمام دانشگاه های دنیا همه دنبال یک مجله جدیدی بودن که درباره یک جاهای دنیا صحبت میکنه که اینها ازش خبر ندارن، ولی در ضمن حتی سطح اون مجله از نظر به اصطلاح قیافه، دیزاین و محتوا بالاتر از هستش از سطح مجله هایی که معمولا همه کشورها بهش عادت داشتن. این بودش که یک موفقیت بسیار بزرگی برای مجله معمار بود که 10 سال این نشر شد. چرا متوقف شد؟ ببینید مجله داشتن و روزنامه داشتن یک حرفه ایست خاص. اولا که بعد از 10 سال اون احتیاج دیگه وجود نداشت که اون مقدار انرژی و سرمایه درش گذاشته بشه که اون برسه. مجله ها بایستی خودپا باشن، سر خودشون بایستن، هیچ مجله نبایستی که دائم این باشه که شما یه مقدار زیادی پولی به اون مجله بدین که اون مجله وجود داشته باشه. ولی چون آگهی دادن و اینها در اونها به سر نظر حرفه‌ای نمیتونستن این کشورها اون مقدار باشه، قرار شد که اون به صورت دیگه باشه. به صورت دیگه این شد که آرچنت به وجود اومد، تمام این مسائل رفتش در یک به صورت که اون مجله به یه تعدادی چاپ میشد، پس یک تعداد به خصوص کمی بهش دسترسی داشتن، یا توی یک کتابخونه بود، توی کتابخونه دانشکده هی همه میرفتن دست به دستش میکردن. ولی از روزی که وقتی ما اینترنت رو داشتیم، روی اینترنت همه میتونن در هر نقطه هر زمانی به همین مسائل
دسترسی داشته باشه. مثلا عمل متوقف نشده، امتداد پیدا کرده، گسترشش خیلی به صورت های دیگه شدش. بله. یه برداشتی وجود داره، این برداشت عمدتا حاصل از برداشت کسانیه که یا شبکه توسعه آبخانه نمی‌شناسن یا جایزه معماری نمی‌شناسن. این برداشت هست که آقا یه آدمی هست به اسم آخان که آدم خیلی پولداریه، خیلی هم معماری خوشش میاد، حالا داره خیرات میکنه، داره بین سراغ علاقه شخصی خودش و این پول داره صرف معماری میکنه. این ممکن بود پول صرف مثلا لباس کنه، ممکن پول صرف مد کنه یا هر چیز دیگه. آیا این برداشت درستیه که آدمی که پول داره، خب پول زیادی کرده، داره یه رقم گنده به یه آدم میده چون خودش هم خوشش میاد از معماری این کار انجام میده، این برداشت درستیه یا اشکالی داره؟ من فکر نمیکنم. شما این برداشت از کجا گرفتی؟ به هر حال این برداشت درستی نیست. در این که اون چیز مهمه اینی که تأثیرگذاریه. جایزه معماری رو آخان تشکیل داد برای اینکه بتونه تأثیرگذار باشه بر روند معماری. برای اینکه اون سوال که بتونه شاید یک ببینید هیچ کسی نمیتونه بیاد همه چیز دنیا رو عوض کنه. ولی همین خورده خورده طرز فکر رو عوض کردن مهم هستش. و اون بودش که شما خودتون رو بهتر بشناسید، مسائلتون رو بشناسید و بهتر عمل بکنید و با تشویق. این کاری بودش که نقش جایزه معماری آخام. ولی حالا این یه مسئله مهمیه که این فقط نمیشه، این در فقط برای معماری نیست، این نشان دهنده تمام امت اسلامی هم هستش. اونها چجوری خود در همه جای کشور همه جا بتونن ازش استفاده بکنن و زندگی خودشون رو بهتر بکنن. بلکه یه مسئله هستش، شما اگر که در یه مدرسه ای داریم مدرسه میرین که ساختمان این مدرسه ساختمان بهتری هستش، شما بهتر درس میخونی از اون کسی که تو یک مدرسه هستش که ساختمانش نورش بهتره از نظر معماری جنبی کرده. شما اگه توی کارخونه داری کار میکنی که این کارخونه از نظر معماری بهتر هستش از یک ساختمان دیگه، اون کارگرها با خوشحالی با تولید بهتر کار میکنن. این مسئله هستش که بیمارستان همینطور، شما در اون بیمارستانی که هستین اگه معماری اون ساختمان میتونه کمک بکنه به بهتر شدن مریض ها، این یه چیزی که ثابت شده حتی در مورد بیمارستان ها. این چه تحقیق شده که در چه نوع ساختمان هایی چجوری مردم بهتر خوبتر زودتر خوب میشن، تأثیر فضا رو بر انسان. در همینه که این مسئله رو نباید یاد کرد که معماری این تأثیرات رو داره. پس اگه ما میتونیم همچین تأثیر داشته باشیم این جایزه رو درست میکنیم. خب ببینید، وقتی دوباره چه نکاتی اشاره کردی درباره این اثرگذاری جایزه معماری، بالاخره ارتباط برقرار کردن با جای دیگه دنیا، همونجوری که از یه جهتی کار جایزه معماری آخان انتشاراتش باعث میشه حتی غربی ها و اروپایی ها بیان میراث و فرهنگ و معماری مسلمان ها رو در کشورهای مسلمان بشناسن، یعنی رابطه دو سویه ای برقرار بشه، اینجوری نباشه که فقط شرقی ها برن از مثلا معماری پاریس و لندن و نیویورک کپی کنن تو کشور خودشون، اونا هم بتونن چیز یاد بگیرن. حالا چشمانداز کلان و دراز مدت این جایزه معماری آخان چیه؟ یعنی اگر ما بخوایم در زمان به عقب برگردیم، این آخان انتظارش اینه که بعد 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال، 80 سال نتیجه دادن این جایزه ها چه تغییری، چه تفاوتی باشه برای بشریت، برای کشورهای مسلمان در اساس محیط ساخته شده شون و برای غرب، و این اثر فرهنگی کلانتری داره یا فقط محدود به معماری و به اصطلاح بیلت انوایرمنت و محیط ساخته شده است؟ نمیدونم، من یک به اصطلاح اثر هیچ وقت همه چی به هم پیوسته است، از هم نمیشه گسست. این ما امروز توی شرایطی زندگی میکنیم، شرایط زندگی امروز ما با 10 سال پیش فرق میکنه، با 20 سال پیش فرق میکنه. اون چیزی که شما مطرح کردی خیلی مهمه که صدای شما شنیده بشه. اون یک چیزی که بسیار مهمه امروزه، من از به این مسئله خیلی افتخار میکنم که اگه در هر نقطه دنیای میرم، هر دانشگاه مهمی که برم، هر چه، همه قبول دارن دانش جایزه معماری آخانو. لازم نیستش که من توضیح بدم که ما چقدر خوب هستیم. اون اثراتی کرده این رو در حرفه جا انداخته و این خودش خیلی مسئله مهمیه. ما همینطور کیسای مختلف پیش ما میان از دانشگاه اینا میخوان که معرفی کنین معمارا رو، ما چجوری ما بهتر کار بکنیم. این دائم
این صحبت هستش. پس ما یه تأثیری داریم. حالا امروز بگیم که به این خاطر ما فلان ساختمون ساخته شد و عالی بودش، همچی چیزی امکان نداره که آدم بتونه ارزیابی کنه. ولی چند تا یک نکته جالب بهتون میگم. قصه اینه که جایزه معماری آقاخان فرقش اینه با بقیه جایزه ها، اکثریت جوایز در دنیا جایزه های ملی هستن. یعنی چی؟ یعنی که انجمن انگلیس، معماران سلطنتی انگلیس به معمارای انگلیسی جایزه میده. عرضم به حضورتون که انجمن معماران امریکا هر سال جایزه میده به امریکایی ها، مدال طلا میده به فلان یا غیره غیره یا جایزه دیگه. ولی اینا همش اکثرا چجوریه؟ همه به همدیگه رفت دارن. امروز نوبت منه، فردا نوبت شماست، پس فردا نوبت دیگه. خداشون بین خودشون اینو تصمیم میگیرن. جایزه داخلی بین معماراست. بله. جایزه معماری آخوان یه که از بیرون میاد. تا چه باشه. در ضمن بعضی از این جوایز هم دستگاه های دولتی میدن. این دستگاه دولتی به این کسی که میخواد میده یا به اون کسی که میخواد. جایزه معماری آخوان چون فرا کشوری هستش و بین المللی هستش، تأثیرش مهمتره. برای همین وقتی کسی بگن که ارزش شما مهمه زیاده. حالا مثالی که میخوام بهتون بگم، در سال 1986 یک دونه شهری در مصر یک پروژه خیلی جالبی کردن که زاغنشین های اون منطقه رو بهبود بهشون دادن و در مراسمی که با پادشاه مراکش بود و آخان و همه اینها، فرماندار اون شهرستان دعوت شده بود و ایشون جایزه گرفت. در صورت که اون کسی که قبلا به اصطلاح این کار رو پشت پیش بود بودش یه دونه فرماندار استاندار دیگه ای بود، ولی خب ایشون به عنوان استاندار رو من اونجا جایزه گرفتن. عکسش تو روزنامه نداخل. وقتی برگشت بودن یک معماری میگفتش که یک روزی استاندار یه استان دیگه مصر به این گفت آها یه پروژه میخوام بر من درست کنی که جایزه آقا میگیره که منم دعوت بشم. توجه میکنی؟ این تأثیر مهمه. یعنی چی؟ یعنی دیدن که او اهمیتی که اون داشت که اون استاندار دیگه رفت بودش به یه کشور دیگه ای، این بودش که تو خود کشور اینو نگفتن که شما بیان شما بهتر هستی. این دیشه بین‌المللیه که همه مطمئن هستن که به اصطلاح مستقل هست بهش جایزه داده. پس در هم... تراز کار معماری با کیفیت رو دگرگون کرده. بله. بر همین این مسئله باعث میشه که یه عده زیادی خواسته بهتر داشته باشن. اون چیزی که ما میخوایم بهت تاثیر بذاریم اینه که اگر یک معمار، یک کارفرما از بخواد از معمارش که یک پروژه بهتری، هر چقدر بیشتر خوبی بخواد، اون معمار هم مجبور میشه کار بهتری انجام بشه و به این صورت کیفیت بالا میره. خب ببین، یه موقعی که داشتی در صدا صحبت میکردی یه سوال شیطنت آمیزی من رو برسم عذرخواهی میکنم. وقتی میگم صدای شما یا صدای ما، این صدای کدوم شماست، کدوم ماست؟ این صدای آقاخانه، صدای شخص آقاخانه. این آقاخان نماینده کیه؟ نماینده خودشه، نماینده خانوادهشه، نماینده جماعت شیعیان و اسماعیلی نزاریه یا مسلمونی به طور کل؟ ما وقتی میگیم این صدای ماست، چطور میتونیم بگیم که، اشاره کردی البته که پرسش صحبت میشه، با آدمای مختلف حرف میزنن، مشخصتر میخوام یه خورده اینو باز کنیم که وقتی میگیم با طرح جایزه معماری اجازه میدیم صدای دیگران شنیده بشه، ما چجوری تمیز قائل میشیم بین مثلا صدا و سلیقه شخص آقاخان و تکثر و تنوع سلیقه های مختلفی که شما در نقاط مختلف جهان اسلام میبینی و آقاخان نیست که در واقع رأی و سلیقه و نظر و ذوق خودش رو تحمیل میکنه به اینا، باعث میشه صدای دیگران هم شنیده بشه تو این فضا. این صدا صدای کیه؟ من اولا به هیچ وجه منظورم صدای ما به عنوان صدای جایزه معماری آقاخان نبود. صدای ما به عنوان صدای ما معماران، ما معمارایی که در جهان مختلف دنیا هستیم، اون معمار اندونزی، اون معمار مالزیایی، اون معمار تونسی، اون معمار، صدای این معمارا شنیده بشه. این معمارا نمایندگی کسایی هستن که سازندگان کشوراشون هستن، سازندگان
مثلا یک نقشی در شکل دادن شهرها و کشورهاشون دارن. صدای اینها شنیده بشه، نه که صدای جایزه معماری آخوان. اون چیزی که هستش اینه که اهمیت پیدا میکنه. قبلا کمتر اهمیت داشت این صداها و حالا این صداها بیشتر اهمیت داره. همونطور که میگفتی این یادگیریه که آدم یاد میگیره در کشورهای دیگه هم چه اتفاقی میفته، ما از اونها یاد بگیریم. همیشه نیست که یک طرفه نیست، هیچ وقت در واقع یک طرفه نبوده. این اشتباه آدم فکر کنه که همیشه یک طرفه بوده. این اون چیزی که القا میشه از ما از طریق به اصطلاح برتری خواهی که خارجی‌ها بهتر از ما هستن. این متأسفانه یه طرز فکری هستش که در بسیاری شاید حالا کلونیال بوده یا هر چی بوده، دلیلش من اون وارد بحثش نمی‌شم، ولی اینکه دیگران بهتر هستن که وقتا آدم القا میکنه میخواد خودشو به اون برسه، نه، اونها هم یاد گرفتن. بسیاری از تکنولوژی معماری از شرق میاد، از همش از غرب نمیاد. بسیاری طرز ساختن ها هم تا امروزه هم این مسئله وجود داره. برای همین امروز که خیلی بیشتر، امروز من این 30 سال 20 30 سال گذشته رو اصلا جدا میدونم از قبل. قبل ارتباطات کمتر بود، امروزه همه به همه جا ارتباط دارن. این داستان هیچ کس نمیتونه بگه من فقط مال یک نقطه دنیا هستم، هیچ، این اشتباهه. مثل اینکه هیچ کسی نمیتونه، همه از همه با هم در همه چی شریک هستن. بزرگترین چیزی هم به ما ثابت کرد که همه دنیا امروزه با هم شریک هستن در همه چیز، مسئله کروناست. به هیچ کسی رحم نمیکنه، اصلا مهم نیست شما کجا دنیا هستی. ولی این درسی که باید از این بگیریم اینه که دلیلش اینه که امروزه ما همه با هم ارتباط داریم در هر آن و در هر ثانیه. یه نکته خیلی ضعیفی وسط صحبتت بود، ازش عبور کردی، گفتی نمیخوای وارد شی. به نظر من نکته مهمیه. ببینید، ما یه جایزه معماری آخوان عملاً در دوره پسا استعمار شکل گرفته، یعنی وضعیت معماری جهان به طور کل و جهان اسلام به طور خاص پس از سقوط استعمار یا پایان یافتن استعمار یه شکلی بوده و ما الان ما نقش به یه چیزی دیگه نهادی داریم به اسم جایزه معماری آخوان که شاید به جرئت بشه ادعا کرد که چهره معماری جهان مسلمان رو تغییر داده پس از پایان یافتن استعمار. یعنی در واقع انگار یه نیرویی بعد از اتمام استعمار آزاد شده در جهان مسلمان که مسلمان ها خودشون شروع کردن به فکر کردن به اینکه ما خودمون چی داریم، چه چیزی داریم. توی بستر و زمینه فضای پسا استعماری نقش جایزه معماری آخوان چیه؟ یعنی همونجوری که توضیح دادی که بله، جایزه معماری آخوان گشوده است، فروتنانه وارد مسائل میشه، از بالا نظرش رو تحمیل نمیکنه، با دیگران وارد گفتگو میشه، پرسشگری میکنه، برخلاف نگاه استعماری که از بالا به پایین تحمیل میکنه، آمرانه است، با تحکم تعیین میکنه که این فضا چجوری شکل بگیره. اون چیزی که من می‌خواستم تأکید کنم این بود که وقتی که آخوان میشه امام اسماعیلی، از پدر بزرگش ساختمون رو به ارث میبره دیگه، مدرسه، بیمارستان، این حرفا، این فضاها، این معماری‌ها عمدتاً متأثر از فضای معماری دوره استعماره. چه تفاوت مشهودی می‌بینیم بین ساختمون‌هایی که در دوره امامت این آخوان ساخته شده و ساختمون‌هایی که دوره قبلی ساخته شده؟ این مثلا رو بس اینجوری نگاه کنین که این دوره استعمار و بعد از استعمار، مثلا جنگ جهانی دوم و استعمار، این دو نقطه مهم هستن که تغییرات خیلی سریع در همه جا به وجود اومد. این تغییرات سریع فقط در راه بدم نبود. این اشتباهه بگیم که این تغییرات سریع کارش یه سری مسائلی بین‌المللی شد، یک سری کمک‌های شد. یه مسئله اصلا به کلی جدا از معماری بگم، مرغ. شما مرغ، جوجه یک چیزی بود که فقط خاص یه عده بود. شما گفتین جوجه با چی بوده اون شعری که بودش، بلکه گرونترین چیز گفتم آخه مثلا میتونیم پلو مرغ بخوریم. خب این داستان پلو مرغ، چون گوشت اصلا ارزشی نداشت، گوشت چیز ارزونی بود، مرغ. بعد از جنگ جهانی دوم با این سیستمایی که وجود داشت، مرغ شد یک چیزی که در عرصه همه جهان به وجود بیاد، همه بتونن بشن دسترسیش بشن. برای اینکه یک سری تکنولوژی ها شروع شد به این طرف و طرف رفتن. مساله ساختمانی، طرز ساختمان، تکنولوژی هایی که بودش، اینا یه سری چیزی بود جدید بود که از اون حالت های سنتی ساختمان سازی تغییر کرد. این فقط هم این نبودش که اونها بخوان یا نخوان، یا استعمار بودش یا به خاطر پسا استعمار، این واقعیت های زمانه بود. تکنولوژی و جهان مدرن بود در واقع.
نان مدرن. این مدرنیسم یواشاش بمونه. حالا یه چیز نکته جالب اینه که مدرنیسم همیشه در غرب هم با آغوش باز نبوده. مثلا فرانسوی ها یک تعداد زیادی از پروژه های بسیار مدرنشون رو اول در مستعمره ها اجرا میکردن، ساختمان های مدرنشون رو، بعد در خود فرانسه، چون مردم خود فرانسه که توی فرانسه امروز هستن نمیخواستن اون چیزی مدرن رو داشته باشن. اون معمارای به اصطلاح پیش رو تنها جاره که داشتن این که برن در الجزایر یا در تونس بسازن. توجه کردیم؟ از اون طرف انگلیس ها در افریقا، در خیلی از کشورها رفتن اونجا یک معماری رو به وجود آوردن که مجبور بودن، ولی معماری بسیار خوبی درست کردن که معماراشون که به اصطلاح ایرکاندیشنینگ لازم نداشته باشه، هوا خوب بره، چیزایی که نبود. خود اون محلی ها همچین کاری رو نمی کردن. حالا جالب اینجاست که اول استعمار، دوره درست اول استعمار که تموم شد، یه عده سیاسیون هر چی بعد قدیم بود رو میخواستن بد جلوه بدن. اون ساختمون هایی که بسیار جالب بود و به عنوان مدل چون استعماری هست دیگه بهش نگاه نمیکردن و رفتن دنبال یه ساختمون های شیشه ای و بتونی و اینا که بدترین چیز برای ساختمان خودشون بود. پس چی؟ در اثر سیاسی زده بودن انتخاب های غلط رو کردن و اون باعث شدش که بسیار کارهای اشتباه زیادی انجام بشه. مسائل ساختمانی هم همینطور. بر همین ما دوره های مختلف داریم از پس استعمار تا امروز. اینطور که و همینطور در 30 سال گذشته، در 10 سال گذشته همینطور اینها در حال تغییر هستش. همین فقط اون چیزی که مهمه اینه که امروزه تغییرات بیشتر جهانی هستش، 30-40 سال پیش بیشتر منطقه‌ای بود. شما نگاه میکنید ببینید که بعضی از کشورها وقتی که مثلا میزنم در عربستان سعودی مهندسین داخلی وجود نداشتن که ساختمان سازی بکنن، کار بکنن، همه از خارج می اومدن. در صورتی که در ترکیه، ایران و مصر، این سه کشور مهم رو من مثلا میزنم، مهندسا و کسایی بودن که خودشان محلی بودن، همین کار رو میکردن، از بیرون لازم است بیان. این یه مسئله خیلی مهمی که همه رو نمیشه همسو هم یک نگاه کرد. ما یه کتابی درست کردیم، یه دفعه یکی از بحثامون درباره کارخونجات بود و در این کتاب من خوشبختانه تونستم با 3 نفر مختلف بخوام که بنویسن درباره ساختمان‌های صنعتی در این 3 کشور ترکیه، ایران و مصر. همشون همزمان شروع کردن، یک شباهت‌های بسیار زیاد هم داشتن، مگه تکنولوژی اون روز اون بودش. توجه می‌کنید؟ و این خیلی جالبه که این چجوری پیشرفت مدرنیسم تو کشورهای مختلف. امروز تکنولوژی‌ها بسیار فرق کرده. امروز بعضی از تکنولوژی در همه جای دنیا وجود داره و این هستش که نمیشه بگیم که اساس این لغتی که این از غرب میاد و از شرق میاد رو دیگه باید فراموش کنیم. این یک چیزیه که یک نوع تکنولوژی در اختیار همه هستش، بسته به نوع چجوری استفاده میکنیم. مثلا تلفن موبایل دست همه هستش، طرز استفادهش که چجوریه، اون نهایتاً چه اثری میذاره است که مهمه. دیروز میخوندم که صحبت بودش که طالبان، این طالبان اون طالبان 20 سال پیش نیستن که در دوحه نشستن صحبت میکنن، بلکه هر کدومشون یک دونه موبایل فون دستشونه، همینطور دارن در حال به اصطلاح کار کردن با مدرن ترین وسایلی هستن که امروزه در اختیارشون هستش. پس به همین عقب گرایی دیگه جایی در امروزه نداره. ساختمون ها هم بله تغییر کردن. اون کلینیکی که در زمان سر سلطان محمد شاه ساخته شدش 100% متفاوته با بیمارستان آخان در کراچی. این و امروزه دارن یه بیمارستان در اوگاندا میسازن، در اون هم مخابرات، در تانزانی هم تفاوت میکنه. ولی همه یک نتیجه بوده، همه میخواستن بهترین اون چیز در روز داشتن رو اجرا بکنن. اونها هم بهترین بوده، 60 سال پیش هم بهترینه، 40 سال پیش، 20 سال پیش، امروز هم همینطور. اون مسئله اینه که ما اطمینان داشته باشیم اون کاری که داریم میکنیم با شرایطی که داریم بیشترین سعی کردیم و هیچ چیزی رو به اصطلاح یادمون نرفته. اون مسئله مهمه. سال بعدی من در روی هویت. ببینید این جایزه معماری آقاخان چه نقشی در
هویت سازی، شکل دادن به هویت یا برجسته کردن هویت جوامع مسلمان داشته. چطور یه بنا، یه ساختمون میتونه با هویت فرهنگی، تاریخی، ملی یا اعتقادی یه فرد یا جامعه ارتباط داشته باشه؟ علتی که این سوال میپرسم هم ارتباط داره به اون سوال قبلی من درباره استعمار و این حرفا، که هویت یعنی که اصلا میپرسن شما کی هستی، تو چی برای عرضه کردن داری، اصلا تو خودت کی هستی، دستت خالیه یا یه آدمی از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تویی دست، هیچی نداری. اون نگاه استعماری از بالا که یا مدرن خطی نمیدونم اروپا محور از بالا که میگه آقا ما همه چی داریم، بیاد همه از ما یاد بگیرن ما کپی کنید. جایزه معماری آخوند چه نقشی تو این جایگاه، تو این نگاه داره به هویت جوامع مسلمان که اینا میگه آقا شما هم کسی هستید، ما هم برای خودمون حرفی برای عرضه کردن داریم که نه عقب از بقیه جای دنیا، نه بی‌اعتناس به مسائل هویتی و در این حال معماری. اولین نکته مهم اینه که هویت یک چیز ثابتی نیست. هویت متحوله. هر انسانی هویتش در روز داره متأثر میشه. ولی همه مسائل در شرکت داره. یعنی چی؟ منی که ایرانی هستم یک هویتی دارم که هویت ایرانی هست. ولی این یک هویت یه چیزی نیست بگیم همینه، فقط ایرانی بودن یعنی این. بنده یک ایرانی هستم که در سال 2020 زندگی میکنم در شهر ژنو. من همونقدر ایرانی هستم که یه کسی در فرض کنید که در دهکده قزل خونیزه ارومیه زندگی میکنه، 1000 نفر جمع داره. ما هممون یه اندازه هستیم، هیچ کسی بیشتر از اونم نیست. ولی اون چیزی که مهمه اینه که این ما هویتمون رو آیا سه حالت است. هویت یکی ازش ما میخوایم دنبال یه هویتی رو به زور بسازیم، یعنی بگیم هویت باید این باشه، هویت بایستی ایرانی باشه، هویت ایرانی، هویت اسلامی، هویت غرب. این ها هیچ کدوم این هست. همه ما مسئله لایه هست، اون لایه های مختلف هویت. و اون چیزی که مهمه اینه که چگونه این لایه ها رو در حال همزیستی باشن با هم، که هر کدومشون کمک کنن به اون هویت دیگر. و اون هویت امروزه ماست. اون چیزی که مهمه جایزه معماری آخوند به نظر من تونست انجام بده اینه که یک هویت اسلامی نیستش که همه چیز باید گنبد و نمیدونم قوس و اینها داشته باشه تا این ساختمان اسلامی باشه. بلکه یه عده زیادی این کار اشتباه رو در سالهای 1950، 60 و 70 انجام میدادن. میرفتن به آرشیتکت انگلیسی میگفت من یه ساختمان اسلامی میخوام در دبی. خب اونم چیکار میکرد؟ دو تا کتاب قدیمی رو در میورد، چند تا یه ساختمان، یه بیمارستان، یه فرودگاه میساخت، فرودگاهش ولی به قوس درست میکرد، دور شد فاسد شد، ولی ساختمان فرودگاه بود، عملش فرودگاه بود. برای اینکه خب نقشه فرودگاه اسلامی که وجود نداشت که بتونه پیدا کنه، مسجد که نبودش که بتونه بره انشد ایجاد کنه. این اشتباه. اون کاری که جایزه معماری آخوند روز اول کرد این بودش که در همون زمان، اولا یک جایزه نیست، 10 تا جایزه یا 15 تا جایزه هستش. این 10-15 جایزه رو اینها کاری که کردن اینه که مختلف بودن، از مدرن ترین ساختمان برج های آب تا در به اصطلاح ساختمانی که با خشت و گل ساخته شده باشه، با ساختمانی که در اوتوفرای آرشیتکت معروف آلمانی در عربستان ساخته شده باشه، همینا رو با هم بودن. همه اینها با همه، این مسئله مهمه که وقتی همینا با هم یک تونه چیز هستن، یک معماری رو نشون میدن. پس چی شد؟ یک هویت نیستش، هویت ها هستش. همونطور که نمیتونیم میشه ببینیم که یک هویت یک مسجد چیست، جرکه های مختلف دنیا مساجد هویت های مختلفی دارن. سوال بعدی من درباره محیط زیسته. حفظ محیط زیست در دقایق مثلا گرمایش زمین، گازهای گلخانه‌ای، بین کردن مصرف انرژی تو بناها و ساختمونها، اینا مسئله امروزی است دیگه. الان شده یه اولویت خیلی مهمی برای بشریت که بعد از کم بخشی از
جامعه بشری احساس میکنن تهدید مهمیه و باید کاری براش بکنن. آیا حفظ محیط زیست به این معنای خاص مثلا گرمایش زمین و نمیدونم بین کردن انرژی و اینا در پروژه هایی که جایزه معماری آخوان بهشون توجه خاص دارن یا دست کم میخواد فضای گفتگو رو برای اینا فراهم کنه اولویت داره، یعنی لحاظ میشه توی این پروژه هایی که بررسی میشن، یا یه امر تازه‌ایه که تازگی میخوان بهش توجه کنن؟ اولا 100% انجام میشه. برای اینکه چرا؟ برای اینکه وقتی ما میریم بررسی میکنیم یه پروژه رو که کاندیدا مثلا فینالیست های جایزه معماری آقان هستن، این رو از همه نظر نگاه میکنیم. اولا که این مسئله محیط زیست شاید امروز به اصطلاح در مدیا و در روزنامه ها و در به اصطلاح مهم شده، ولی همیشه بوده. توجه کنین وقتی این دقت بکنین، شما تا 40-50 سال پیش هر چی میساختین محیط زیست درش مهم بوده، برای اینکه نه احتیاج به کولر داشتین، نه احتیاج به عرضم حضورتون که خیلی بتونی که از بین نمیره داشتین، اینا نبود. ولی اون چیزی که هستش این که ما در نظر میگیریم جزء یکی از مسائل است، فقط مسئله نیست، یکی از برای اینکه یک پروژه‌ای نمونه باشه باعث همه اون مسائل در نظر بگیریم. دو تا مسئله براتون میزنم. در همین دفعه در همین تازگی تا 2019 یک دونه مدرسه در یک دانشکده ساختمان دانشگاه در سنگال جایزه گرفت. خب این تمام مسائل بودش، تمام مسائل محیط زیست رو درش در نظر گرفت. مثلا یک از چیزایی که مشکل ببینین که چه جوری آبای بارون که میاد رو با یک دونه سیستمی درست کردم که اینا جمع بشه در حیات سازی و استفاده بشه. خب واسه اینا یه مسئله خیلی مهم بود. ولی جالبتر از اونه که شما گفتین چه تأثیری ما در به اصطلاح در گفتمان جهانی میتونستیم داشته باشیم. در سال 1995 یک جایزه جوری انتخاب کرد که باعث مثلا حیرت همه شده بود. این درختکاری محبته دانشگاه آنکارا، دانشگاه صنعتی آنکارا، چندین هکتار رو با یه سیستمی در چندین سال اینها به صورت سیستماتیک درختکاری کردن. و این اون موقع سوال داشت که خب درختکاری که معماری نیستش، که کار جنگلداری و اینا هستش. و جوری خیلی توضیح داد کامل که این درختکاری کاری کرده که در این به صورت کامپوس دانشگاه، در این محوطه دانشگاه، باعث چندی مسئله شد. یک، هوای اون شهر رو بهتر کرد. دو، باعث شدش که زمین خارا اونجا رو ساخت زمین ها رو نگیرن و توسعه شهری رو شکل بهش داد. یعنی پس یک تأثیر مثبتی داد در شکل دادن شد. وقتی این مسئله حل شد، همگان قبول کردن که این هم میتونه جز مسئله معماری باشه. در صورتی که اون موقع در زمان خودش در 1995 یکی از پیشرفته ترین طرز فکرهایی بود که چجوری معماری و شهرسازی میتونه در محیط زیست تاثیر داشته باشه. ما یه رو به دیگه تقریبا وقت داریم، من سه تا سوال دیگه دارم، سعی میکنم سریعتر خیلی فشرده سوالا رو بپرسم. این سوال بازم یه خورده این سوال شیطنت آمیزیه. ببین، میگن جایزه معماری آخوان جایزه اسماعیلیه، یا آیا من میپرسم این به جماعت اسماعیلی چه ربطی داره؟ این اسماعیلی ها تو داوری یا برنده شدن این جوایز سم دارن؟ از لحاظ اصولی این جایزه هیچ ارتباطی به جماعت اسماعیلی داره؟ یعنی مثلا به یه نفر اسماعیلی یا یکی از این ساختمان هایی که خود آخوان سازه که بالاخره خودش از لحاظ معماری در یه تراز واقعا بالایی قرار داره، با یه ذوق و سلیقه خاصی ساخته میشه، این چه ربطی به جماعت اسماعیلی داره؟ خب قشنگ نیست اینجوری بگم، ولی هیچ ربطی نداره به بشه دلیل. اولا یک، شما باید برین شرایط شرکت در مسابقات معماری جایزه معماری آخوان ببینید. در این شرایط میگه که جزء شرایط اینه که هیچ ساختمانی که با کسی که جزء هیئت جوری، جزء هیئت مدیره و دستگاه‌های زیرربط آخوان باشن، اینها نمیتونن در مسابقه شرکت کنن. استقلال کامل داره از واسه استقلال کامل، برای اینکه ما که نمیتونیم خودمون به خودمون جایزه بدیم، که توجه کردین این اصلا اهمیت در صورتی که اگه قرار بود به یک بیمارستان جایزه بدن، بیمارستان کراچی یکی از بهترین نمونه‌های بودش که وجود داره روی ساختمان کراچی، ولی خب هیچ وقت نمیتونست بیمارستان کراچی
اصلا شرکت بکنه. به همین اسماعیلی بودن هیچ شرطی نیستش که کسی در هیئت جوری یا در بقیه شب شد. ولی شده در این چندین سال گذشته که معمارای اسماعیلی که به خاطر معمار بودنشون مهم بودن، نه اسماعیلی بودنشون، جزء جوری بودن یا جزء به اصطلاح محققین ما بودن یا جزء هیئت مدیره، ولی هیچ وقت این به هم ارتباطی نداره. چرا؟ ما درباره امت اسلام داریم صحبت کنیم. اون چیزی که هستش برای آقا خان در درجه یک امت اسلامه و در درجه دو بقیه جهانیان که مثل ما هستن. بر همین هیچ تفاوتی نداره و هیچ به هیچ وجهی به اصطلاح به اسماعیلیه نداره. خب خیلی ممنون. ببینید جایزه معماری آقا خان یه مبلغ کلانیه دیگه، یا جایزه من فکر میکنم به نسبت مثلا جوایز دیگه که تو حوزه فرهنگ هنر معماری تو دنیا وجود داره، آیا این اساس عدد و رقم تو کدوم تراز واقعه؟ یعنی انتظار اینه که این دریافت کننده با این جایزه به شکل نقدیش بره چیکار کنه؟ میفهمم که سوال خیلی پیش پا افتاده و خیلی خنده‌دار به نظر رسید. این همه کاری که جایزه معماری آقا خان میکنه، یه کسی بیاد بگه حالا این رقمش بالاست یا پایینه، یعنی یه تفکر خیلی شاید داتی مسلکی باشه که بگه آقا پولش چقدر کنده است. ولی آیا مسئله جنبه مادیشه یا تقدیر به رسمیت شناختن و مطرح کردن سرمشق‌ها یا الگوهایی که در جهان معماری و کار در واقع فرهنگی و ساخت و ساز وجود داره؟ جایزه معماری آخان نظر پولی یکی از جوایز بزرگ هست، بزرگترین جایزه نیست، از جایزه ها بزرگتر هم هست. ولی اون مسئله مهم اینه که اولا که یک جایزه به یک نفر که داده نمیشه، که جایزه به پروژه داده میشه. حالا اینم خودش شرایطش من توضیح بدم. فرض کنیم در سال 2019 6 پروژه جایزه گرفتن، ما یک مقداری از این پول جایزه رو، نصف پول جایزه جایزه است. یعنی چی؟ جایزه اینه که اولا که اون هیئت تحقیقات که میرن میبینن، میگن که برای ساختن این مدرسه چقدر کارفرما تاثیر داشته، چقدر آرشیتکت تاثیر داشته، چقدر مقاطع‌کار، چقدر کار، اون رو یک نسبتی میدن که این کار این آدم چقدر درصد از این موفقیت بوده. جوری هم بر همون اساس این پول رو بین این اشخاص تقسیم میکنه. مثلا یه مثال کوچیک بهتون بگم، در ساختمان یکی از این مدرسه ها خب یه شرکت مقاطع کاری تاثیر زیاد داشته، یه مقدار پول میدن به اون شرکت، ولی ما شرط میکنیم با اون شرکت که این پول رو باید شما بین اون کسایی که خوب کار کردن تقسیم کنین، لیستش هم به ما بدین، به کسی به کی دادین تاش کردین که اون آدم تشویق بشه که این کار خوب رو انجام داده. نصف بقیه جایزه رو ما به صورت نقدی نمیدیم، این به صورت یک به قول فرنگی یک گرانت، یک پولیست که در اختیار اون اشخاصی در پروژه هستن که اون رو برای کارهای بعدی انجام بدن. یعنی چی؟ بیان یک کتاب بنویسن، یک سمینار درست کنن، فیلم درست کنن که این موفقیتشون رو به جهان عرضه کنن. چون خود معمارها یا خود بعضی وقتا از کارفرماها این امکان رو ندارن که موفقیت خودشون رو بتونن بیان به همه عرضه کنن. ما میخوایم بهشون کمک کنیم که این کار رو بکنن، چون چرا؟ تشویق میشن یه کار بهتر بکنن. یعنی در واقع یه جایزه تواناسازه برای کسایی. دقیقاً. ولی در ضمن اون قسمت نصفشو ما به اون ما دیگه کاری نداریم که اون کسی که این جایزه رو گرفته با این میره یه ماشین میخره یا یه دونه کتاب میخره یا چی. اون چیزی که در تمام این سالها دیدیم، اکثر کسایی که جایزه بردن اون پولای جایزه‌شون رو در راه اون پروژه، در راه اون کارشون به صلاح گذاشتن. خب من یه سوال دیگه دارم، سوال آخر منه و سعی میکنم یه چند دقیقه و کامنتا رو باز کنم که اگه کسی خواست سوالی بپرسه. سوال آخر من درباره پارک الازهر در قاهره در مصر. مؤسسه فرهنگی آخان، یعنی در واقع اون چتر بالا سر جایزه معماری آخان، آخان ترانسفر کالچر، چرا میره تو قاهره جایی که هیچ اسماعیلی نزاری هم زندگی نمیکنه، میره پارک میسازه؟ اصلا چرا چی شد که این پارک الازهر ساخته شد؟ پارک ساختن شده یه بخشی از این چشمانداز توسعه فرهنگی،
چرا؟ یعنی خوبه یه مختصر یه توضیح بدید اصلا چی شد پارک الازهر ساخته شد و شکل‌گیری پروژه چی بود؟ البته شاید خود سوال آخر سوال بزرگی باشی در دقیقه آخر که کوتاه جواب بدم. اولا من برعکس میکنم، مثلا پارک سازی نشون داده بر ما با تجربه، نه از روز اول، با تجربه نشون داد که پارک سازی نقش بسیار مهمی داره. چرا؟ پارک ها جایی هستن که مردم در شهرها میرن و از اون استفاده میکنن، جایی است که با همدیگه جمع میشن، با همدیگه هستن، کیفیت زندگیشون با رفتن به پارک ها در کشورها بهتر میشه، مخصوصا در کشورهایی که پارک نیست و وجود نداره، خیلی تعدادش کم هستش. همه جا لندن و غیره نیستش که همه جا پارک باشه. در قاهره فقط یکی دو تا پارک عمومی وجود داشت که وقتی پارک قاهره درست شد. پارک قاهره اگه داستانشو بخواید به این صورت است که جایزه معماری آقاخان در سال 1984 یک دونه کنفرانس بسیار بزرگی در قاهره داشت و آقاخان تصمیم گرفتن که برای به اصطلاح قدردانی یک دونه هدیه‌ای به شهر قاهره بدن و این هدیه قرار شد به صورت این پارک باشه، چون نمی‌تونن مثلا مجسمه بدن یا چیز به یه میدان بدن، این پارک. ولی این پارک فقط یک پارک نیستش، تمام منطقه اطرافش رو هم این محله های اطرافش الازهر اسم الاحمر اونجا هم همش بهینه سازی شده. ولی اون چیزی که مهم بودش یک سیستم ما به وجود آوردیم در اون پارک. سیستم اینه که این پارک خودکفاست، پارک های دیگه خودکفا نیستن، باید هم تو بودجه بذارم برشون. در این پارک سیستم به وجود آورد با وجود رستوران ها، با دادن یک پول خیلی مختصری برای ورودی اینها. در 10 سال گذشته این پارک همیشه پر بوده، در سالی 2 میلیون نفر در بعضی وقتا در این پارک رفتن بهش ازش استفاده کردن و این نشون میده که میتونه یه همچین فرمولی باشه. یعنی مسئولیت با خود آدم، اگه یه سیستم درست به وجود بیاره خود مردم شهر مسئول میشن و اون اجرا میکنن و این پارک هستش که ترجمه. حالا چرا دانشگاه، چرا پارک الازهر اولین پارک بوده، اونو اشاره یه جلسه دیگه میذاریم براتون توضیح میدم. بسیار عالی. خب ما فکر کنم نزدیک 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم. من بخش کامنت ها رو باز کردم، نمیدونم اگر کسی میخواد سوال خاصی بپرسه از حاضرین سوال رو بپرسن. یه چند دقیقه وقت میدیم ببینیم. فرق چون شما سوال ها رو میبینیم اونجا کامنت ها رو؟ من سوال ها رو میبینم به سر، چون خواهم با سن سوال نرسیدیم، سوال ها رو پرسی رسیدن فعلا همش. من فعلا اینجا دارم چاخ سلامتی میبینم. خب یه سوال انگار آمد، بحث پایداری در معماری چگونه در جایزه معماری دیده میشود؟ فکر کنم در باید ساستینبیلیتیه. این من نمیدونم کی این سوال کرده، ولی من آلرژی شدیدی دارم به لغت پایداری، برای اینکه لغت پایداری دقیقا یک چیز وارداتی، یک کانسپتیه که برای یه مدت چند سال پیش مد شده بود و همه درباره صحبت می‌کنن. همونطور گفتم پایداری یعنی چی؟ سستینبیلیتی یا پایداری، این مسائلی که در معماری سنتی همیشه وجود داشته. اون چیزی که هست باید در مورد پایداری ببینیم که یعنی که سستینبیلیتی یعنی که یک پروژه از مثل پارک قاهره که صحبت کردم بتونه روی پای خودش باشه و خرابی به وجود نیاره. سستینبیلیتی یعنی که شما با این اثر که میذارین خرابی های بزرگتر از اون تاثیر نداشته باشه و این در پروژه های موفق همیشه وجود داره. پروژه های موفق خوشبختانه بعد از این مدتی میشه خرابشون کرد و از بینشون برد. خب بسیار عالی. من یه بار دیگه فکر کنم اینجا دیگه وقت ما تقریبا در 1-2 دقیقه دیگه داره به پایان میرسه و فرصت دیگری نخواهیم داشت. من به گمانم اینجا باید جلسه رو زودتر تمام کنیم، ولی همینجا میخوام از شما قول بگیرم که یه جلسه دیگه همینجا بذاریم درباره پارک الازهر، درباره قاهره صحبت کنیم به تفصیل خیلی بیشتر. خیلی متشکرم دارم جان. خیلی ممنون که وقت گذاشتین. سپاسگزار از همه دوستان و حاضرانی که اینجا بودن. این لایو در همین اینستاگرام ذخیره خواهد شد و بعدا میتونید ببینید. این رو در یوتیوب هم من آپلود میکنم و میتونه در دسترس همگی باشه. خیلی ممنون فرخ جان، روز همگی خوش. وقت شما بخیر. خیلی ممنون از وقتی گذاشتین. خداحافظ. خداحافظ.